بله، اطلاع میدن که در این قسمت از برنامه ارتباطمون با آقای یاسر جهان نژادی وصل هست. سلام کنم خدمت شما، تشکر میکنم از حضورتون در این قسمت از ویژه برنامه امروز. خواهش میکنم، منم سلام میکنم خدمت شما و سلام میکنم خدمت همه دانشجویان به فاخواسته میهنمون و همه هموطنانمون که در شهرهای فاخواسته دیروز و امروز شاهد قیامشون برای آزادی بودیم. در خدمت شما هستم. درود بر شما. اگه ممکنه توضیح بدی که از صبح قیام ها در چه وضعیتیه و کدوم دانشگاه ها به پا خواستند؟ بله، خدمت رو عرض کنم که امروز هم دانشگاه های تهران در واقع، خب علم صنعت دیروز نتونسته بود در واقع این تو این خیزش باشه، امروز دانشجویان دانشگاه علم صنعت خیزش خودشون رو شروع کردن و در یک نقطه از خود این تجمعشون بسیجی ها میخواستن مانعشون بشن که با شعار بیشرف بیشرف اینها رو از سر راه خودشون برداشتن. یک شعار جالبی که میدادن مرگ بر ماشین کشتار بود که میدادن. در یک نقطه یک نفر رو، یکی از دانشجوها رو این حراست دستگیر کرده بود که سیل جمعیت با ولش کن اون رو از دست اونها خارج کردن. غیر از دانشگاه علم صنعت، خدمت شما عرض کنم دانشگاه تهران برای سومین روز امروز تو این خیزه شرکت داشتن. شعاری که این روزها دانشجویان دانشگاه تهران خیلی مطرحش میکنن، خیابون غرق خونه، و همچنین به استادهایی که شرکت نمی کنن میگن استادها خفقونه، منظور استادهایی که شرکت نمی کنن، این شعار رو امروز هم میدادند این دانشجویان. دانشگاه ملی برای دومین روز، یعنی دیروز که خب تو خیزش بودن، خیلی هم با شکوه و غرور انگیز بود خیزششون، امروز همچنین ادامه دادن. یک شعاری که میدادن این بود که تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود. همچنین رو در روی خود ولی فقیه صفاک میگفتن خامنه ای قاتل، ولایتش باطله، و مطرح میکردن که داعش ما شمایید. غیر از این توی تهران دانشگاه بهزیستی و علوم توانبخشی تهران، اینها هم امروز خیزش خودشون رو شروع کردن و تجمع داشتن توی دانشگاه. شعاری که میدادند، یعنی شعارهای زیادی میدادند، ولی یکی از شعارهاش این بود که توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه. علاوه بر تهران، توی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه و دانشگاه تبریز، اینا هم تجمع داشتن. یک شعار خیلی جالبی که این دانشجوان میدادن، از کردستان تا تبریز، یعنی این دوتا ملیت رو که نقش بسزایی دارن اینها رو به هم در واقع وصل کرده بود و میگفتن. و همچنین علاوه بر این توی اصفهان، دیروز دانشگاه اصفهان بود ولی امروز دانشگاه صنعتی اصفهان هم به خیزش پیوست، که خب شعاری که شعارهای مختلفی میدادن و تجمع خودشونو داشتن. همچنین یزد، توی یزد هم دانشجوان به پا خواستن و اون شعار معروف دانشجویان رو که دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد، این رو تو شعارهاشون خیلی تکرار میکردن. در این حال ما تو کرج شاهد این بودیم که دانشجوان خوارزمی کرج برای دومین روز در واقع تجمع داشتن و مرگ برای این ولایت رو جز شعارهاشون میدادن. مضافاً بر اینها میدونیم که عمده این مثل قیام ها و ادامه خیزش توی شهرها و تو محلات تو شباست، از غروب هست شکل میگیره. با این حال امروز توی در واقع طی روز ما توی عراق داشتیم که اونجا مردم به خیزش پیوستند و تجمع خودشون رو داشتن. ایلام تو خیابان طالقانی بود که توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه، یکی از شعارهاشون رو که میدادن. همچنین بازار تهران امروز سهم خودش رو در این خیزش ملی میشه گفت، این خیزش همگانی شروع کرد و شعاری که خیلی مطرحش میکردن، حمایت خواستن از بقیه بازاریان و اینکه به اینها بپیوندن بود. بله. در این حال خدمت رو عرض کنم که احتساب هم در شهرهای کردستان ادامه داشت. من یه سوالی از خدمت شما داشتم قبل از اینکه به اعتراضات بازار و اهمیت اون بپردازید. در مورد خیزش های امروز دانشگاه فکر میکنی که
تفاوتش با روزهای دیگه چی بود و چه پیامی داشت؟ ببینید کلن خیزش های دانشجویان که این دور را افتاده، خب میدونیم که به دلیل کرونا به صدا خود دانشگاه ها رو مجازی اعلام کرده بودن و دانشجویان تو خود دانشگاه حضور نداشتن و به این ترتیب در وحشت از همین حضور دانشجو به عنوان سنگر آزادی و به عنوان یک به صدا پشوانه در همین جنبش های ما، خب ما به خاطر کرونا محروم بودیم، ولی الان این دوباره شروع شده، اونم با طوفانی از انگیزه، چون مشخصا به اصطلاح اصلا بحثشون مسائل خودشون نیست، مشکلات خودشون نیست، ولی به اصطلاح خود رأس رژیم رو نشانه میگیرن و اونم با تعرض به اصطلاح به خلاصه اون موانعی که براشون ایجاد میکنن جلو میرن و اینو داشتن. حتی امروز مثلا رژیم اومده بود در وحشت از دانشگاه تهران و تجمعات دانشجویی تو تهران اعلام کرده دوباره که دو هفته به اصطلاح دانشگاه مجازی میشه، ولی دانشجوی اینو به رسمیت نشناختن. خب طبعا میدونیم که قشر آگاه هر جامعه، قشر تحصیل کرده هر جامعه موتور اون جامعه هستن و خب این تأثیر خیلی بسزایی داره در کل این خیزشی که شروع شده و این قیامی که سر بر برداشته. بله، در مورد بازار هم اگه ممکنه خیزش هموطنانمون در بازار بازاری ها اهمیتش رو در چی میبینید و امروز چی گذشت؟ ببینین امروز که در واقع بازارگان تهران میشه گفت که استارت زدن، یعنی تو این خیزش یا این قیام قیامی که من بهش میگم قیام آزادی در واقع که هستش، امروز روز اولشون بود شرکت کردن، طبعا تأثیر بسیار زیادی داره روی بازارهای دیگه تو شهرهای دیگه. به طور سنتی میدونیم که بازار تهران توی 57 نقش بسزایی داشت، اصطلاحا میگن بازار خب به دلیل مسائل شغلی که هست، مسائل صنفی که هست، خب وقتی که تکون میخوره همه چیز تکون میده، بنابراین بازاریان محترم باید بدونن که نقش خیلی خیلی به سزایی دارن در کلیت بسا این که بتونن این قیام رو هرچه گسترشش بدن و هرچه فعالترش کنن و طبعا این بازار تهران بسیار مؤثر رو بازار تمام شهرهای ایران و درود میفرستن به بازاریانی که امروز این تجمع رو شروع کردن و این خیزش رو نقشش رو خودشون رو توش ادا کردن. اگه ممکنه در مورد عراق و خیزش هموطنانم در سایر شهرها هم اگه توضیحی دارید بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که نکته اصلیش که مثلا عراق و ایلام دیدیم همون بود که تو صحبتام اشاره کردم. به طور معمول و به طور به صدا چیزی که این مدت دیدیم، خیزش ها رو دیدیم که توی قروح هست شروع میشه، ولی جالبه که عراق و ایلام اومدن به صدا توی شب اون انجام میشد، ولی اینا اومدن توی روز این خیزش هاشون شروع کردن و مشخصا توی ایلام شعاری که میدادن توپ تانک فش بشه آخون باید گم بشه، خب طبعا میدونیم این شعار کلیت نظام رو به صدا چون نظام آخوندی هست این رو نشانه گرفته و این تجمعات حاکی از تحور و شجاعت و بیباکی هموطنانمون هست که اون دستگاه سرکوب دشمن اصلا براشون مهم نیست و دارن این خیزششون رو استمرار میدن. خیلی ممنونم از شما، تشکر بابت وقتی که گذاشتید و توضیحاتی که دادید و در ویژه برنامه امروز حضور پیدا کردید. خواهش میکنم، متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.